اوکراین 31مین سالگرد استقلال خود از شوروی سابق را پشت سر می‌گذارد. مناسبتی که امسال زیر آتش 6 ماه جنگ و نقض آشکار استقلال و تمامیت ارضی این کشور توسط روس‌ها برگزار می‌شود. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. هر ساعت و ثانیه این روزها برای اوکراینی ها ساعت و ثانیه های نفسگیر بوده است. خاصه این که به گفته زلنسکی ارتش روسیه می تواند حملات وحشتناک و اقدامی شرارت‌آمیز را برای این مناسبت انجام دهد. در پهنه بین الملل نیز جنگ اوکراین مناسبات بین المللی را دستخوش پیچیدگی و تغییر کرده و امنیت غذایی و انرژی جهان را به مسئله بزرگ تبدیل کرده است. در دیدگاه همراه با بردیا افشین، خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به کیف، تحولات ناشی از جنگ اوکراین در سال روز استقلال این کشور را بررسی می‌کنیم. آقای افشین، اوکراین در حالی در تدارک جشن سالگرد استقلالشه که این استقلال با حملات نظامی روسیه عملا نقض شده. از این جهت برگزاری جشن استقلال چرا و چه اندازه برای اوکراینی ها اهمیت داره؟ دقیقا به همین دلیل که این کشور همین الان درگیر یک جنگ برای حفظ تمامیت ارضیش و برای حفظ استقلالش، این 31مین سالگرد استقلالش بسیار بسیار متفاوته و بسیار اهمیت داره و این رو واقعا میشه احساس کرد. وقتی در خیابونای کیف راه میرین، مردم به نظر میرسه که بیش از قبل به این روز، به این مناسبت فکر میکنن و اونو گرامی میدارن. درسته که ممکنه نتونن مثل سابق جشن میگیرن، اما براشون یک معنای دیگه داره و خیلی از ناظرین میگن توی این مدت 6 ماهی که از آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین میگذره، اون چیزی که باعث همبسته تر شدن مردم اوکراین شده بسیار بیش از اون چیزی بوده که در 30 سال گذشته شاهدش بودیم. بنابراین این 31مین سالگرد استقلال اوکراین، کشوری که بارها پیش از این که بخواد از این اتحادیه جماهیر شوروی سابق خارج بشه تلاش برای استقلالش کرده بوده، این بار این روز استقلال، این سالگرد بسیار بسیار معنای دیگه‌ای داره. نگرانی هایی که زلنسکی از افزایش حملات روسیه ابراز کرده چقدر جدیه آقای افشین؟ و این حمله ها در کدوم مناطق ممکنه شدت بیشتری داشته باشه؟ نگرانی ها کاملا بجاست. اگر برگردیم طی 8 سال گذشته و از وقتی که روسیه شبه جزیره کریمه رو به شکل غیرقانونی الحاق کرده به خاک خودش، طی این 8 سال هر وقت مناسبت هایی وجود داشته به خصوص که در اون هویت اوکراینی درگیر بوده، ما شاهد اقدامات روسیه بودیم. بنابراین ولادیمیر زلنسکی چند روز پیش هشدار داده بود به شهروندانش که ممکنه اقدامی شرورانه بکنه روسیه و این انتظار هم میره. و حالا یک روز مونده به سالگرد استقلال اوکراین، ما شاهدیم که اطلاعات و امنیت آمریکا اسنادی طبقه بندی شده رو علنی کرده و طی اون اومده که ممکنه روسیه حملات خودش رو افزایش بده، به خصوص علیه تأسیسات همگانی و عمومی و زیرساخت‌ها. این میتونه جدی باشه اگه یادمون باشه. به هر حال سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا بوده که پیش از اینکه حملات روسیه آغاز بشه هشدار داده بود به دولت ولادیمیر زلنسکی که این اتفاق ممکنه و تا شرکای خود آمریکا اون موقع شکاکیت داشتن، ولی حالا این هشدارها رو خیلی جدی میگیرن، اما مشخص نیست کجا و ممکنه روسیه تلاش بکنه چه در دوردست مثلا در غرب، چه در اونجایی که نزدیک پایگاه‌های خودش در جنوب شرق و شرق. به هر حال روسیه ممکنه این پیغام رو بده با حمله در دوردست که در همه جا در دسترس اونهاست و روبا وحشت ایجاد کنه. با این حال زلنسکی به شهروندانش توصیه کرده بود که تسلیم این روبا وحشت نشن و همین الان یکی از مشاوران خودش ساعتی پیش تاکید داشته به سفارت‌های خارجی که گفته که با مثلا تشویق شهروندانشون به خروج از اوکراین باعث ایجاد رعب و وحشت نشن. آقای افشین، ترور دوگین در خاک روسیه و انتصابش به اوکراین چه تأثیری بر معادلات جنگ گذاشته؟ روس‌ها درباره هدف‌ها و اثرهای این ترور چی میگن؟ همونجوری که خیلی انتظار داشتن، روسیه انگشت اتهام رو به سوی اوکراین گرفت. ولی جالب اینجا بود که سازمان اطلاعات و امنیت روسیه، سرویس فدرال امنیت روسیه، سریعاً طی 48 ساعت جزئیات بسیاری رو از این اتفاق علنی کرد، خبرساز شد و این افشاگری و اتهام زنی شکل بی‌سابقه‌ای داشته. از اینکه فرزند یک زن جوان با یک دختر 12 ساله با یک خودرو در حین جنگ
از مرز اوکراین به داخل روسیه بیاد، هفته‌ای داریا دوگینا رو زیر نظر بگیره، در نزدیکی او خونه داشته باشه و دست به این اقدام بزنه و از مرز خارج شه. و این جزئیاتی که ارائه دادن ابهامات بیشتری رو ایجاد کردن، سوالات بیشتری رو به وجود آوردن و برای اوکراینی‌ها شکاکیت بسیاری به وجود آوردن. اوکراینی‌ها از همون لحظه رد کردن هر گونه دخالتی رو. به هر حال خیلی‌ها باور دارن ناظران مستقل که ترور دختر آقای الکساندر دوگین نمیتونست دستاورد راهبردی برای اوکراین داشته باشه و الان هم ما شاهدیم که مشاوران ولادیمیر زلنسکی میگن این میتونه یک مانور تبلیغاتی برای کرملین باشه، برای اینکه بتونن حملات خودشون رو علیه اوکراین تشدید کنن، وگرنه الکساندر دوگین و دخترش داریا دوگین هدف استراتژیک برای اوکراین محسوب نمیشن. و البته پیشتر هم رسما گفتن که اونها این اقدامات تروریستی رو انجام نمیدن و اونها روسیه رو که کشور تروریست و جنایتکار میخونن. اونها میگن که الکساندر دوگین ممکنه افکاری داشته باشه جنگ طلبانه، توسعه طلبانه و در ضدیت با اوکراین. با این حال میگن که در تاثیرگذاری او، در نزدیکی او با ولادیمیر پوتین، هم رسانه‌های غربی هم خود روسیه بسیار اغراق کرده. به آثار تحریم‌ها در تعیین معادلات جنگ اوکراین بپردازیم آقای افشین. تحریم‌هایی که غرب علیه روسیه اعمال کرد و پاسخ‌هایی که متقابلاً از تحریم‌های روسیه گرفت، به نظر شما در تعیین روند جنگ چه تأثیری داشته؟ یک روز مونده باز هم به سالگرد استقلال شاهد یک نشست بسیار بسیار مهم بودیم، نشست کریمه، پلتفرم کریمه، و به میزبانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. و در اون می‌بینیم که ولادیمیر زلنسکی باز هم تلاش می‌کنه که حامیان خودش رو همچنان همبسته نگه داره در پشتیبانی از اوکراین، در جنگی که می‌تونه فرسایشی باشه، ادامه دار باشه و طرفین، حتی روسیه هم براش دورنمایی رو متصور نیستن و فکر می‌کنن ادامه داره، فرجامی رو در دسترس نمی‌بینن. بنابراین اونها دلشون می‌خواد، اوکراینی ها دلشون میخواد که این حمایت ها ادامه دار باشه. ما شاهد این بودیم که ینس استولتنبرگ هم از این حمایت های ادامه دار گفته، اما زمستان سختی در پیشه، تحریم ها باعث میشه که اقدام تلافی جویانه روسیه بکنه بر سر مسئله انرژی و این میتونه در واقع تاثیر منفی بر مثلا اتحاد غرب داشته باشه. و خب غرب تا این لحظه نشون داده که همبسته است و اونها بارها یادآوری کردن که روسیه ممکنه منتظر باشه که همبستگی از بین بره، غرب دچار خستگی بشه، دچار انشقاق بشه و بعد نتونه تداوم بده. با این حال اون چیزی که اون صدایی که در این آخرین نشست، در این در واقع همایشی که 60 سران کشور جهان گرد هم اومدن به صورت مجازی نشون دادن که همچنان با وجود اینکه در واقع نگرانن از آینده که تحریم‌های علیه روسیه اعمال میکنن ممکنه برای خودشون به صورت غیر مستقیم هم تبعاتی داشته باشه، میخوان به تلاش‌های خودشون ادامه بدن. اما مطمئناً خیلی سخت خواهد بود که طی این درگیری طولانی مدت بتونن افکار عمومی خودشون رو همراه خودشون داشته باشن. اهمیت استراتژیک اوکراین در تأمین امنیت غذایی جهان، جنگ رو با چه تحولاتی روبرو کرد آقای افشین؟ و همزمان روسیه از این نقش و اهمیت چه استفاده ای برده؟ میتونیم به یک در واقع به این امنیت غذایی به عنوان یک چاقوی دولبه اشاره کنیم، چون هم میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای اینکه طرفین رو وادار کنه به اینکه سازش کنن و راهی پیدا کنن که مثلا این جنگ، این درگیری خاتمه پیدا کنه. به نظر میرسه که مثلا کسی چون دبیر کل سازمان ملل متحد امیدواره که بر سر امنیت غذایی اگر سازشش دو طرف میکنند، مثلا بر سر صدور غلات، سازشی روسیه اوکراین با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه کردن، بتونه نقطه شروعی باشه که نهایتا دو طرف رو بتونن به میز صلح برگردونن و فشار مثلا کشورهایی که میتونن متاثر از این بحران باشن، از این جنگ، میتونه کمک کنه که مثلا روسیه بتونه عقب بشینه. اتحادیه آفریقا که متاثر از این بحران غذایی خواهد بود، شاید بتونه فشار بیاره به روسیه، فشار دیپلماتیک بیاره. این یه قسمت قضیه. از یه طرف دیگه ما شاهدیم که به هر حال روسیه از به گفته ناظران حتی مستقل، نه فقط اوکراینی ها، از تحریم غذایی به عنوان یک ابزار جنگی استفاده میکنه و برای اینکه بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. با این حال ما شاهدیم که مثلا آنتونیو گوترش به این اشاره داشته، برای حل بحران عظیم غذایی باید اجازه داد کود و یا غذای روسیه به کشورهای به خصوص در حال توسعه برسه و این میتونه فضا رو فراهم کنه که روسیه نتونه از این ابزار به عنوان ابزار جنگی استفاده کنه برای فشار آوردن به جامعه بین الملل، به غرب و اوکراین، و در این حال غذا تبدیل بشه به مسئله‌ای که اونجوری که دبیر کل سازمان ملل امیدواره بتونه روسیه رو وادار کنه به سازش و یا حتی عقب نشینی. آقای افشین، روسیه در نقش یک قدرت جهانی جنگ رو آغاز کرد.
میخوام ازتون بپرسم آیا به پشتوانه این قدرت پیش بینی میکرد که جنگ به این شکل فرسایشی بشه؟ من متخصص جنگ نیستم، اما از آغاز جنگ خیلی ها رو دنبال کردم، متخصصین جنگی، و نکته جالبی که در متخصصین بیطرف آدم میتونه احساس کنه اینه که اونا باور دارن اهداف روسیه به عنوان ارتش دومین ارتش قدرتمند جهان طی این 6 ماه اهداف تاکتیکالشون، اهداف استراتژیکشون همواره تغییر کرده. مطمئنن با اون آثاری که من اینجا در اطراف شهر کیف دیدم، هدف اصلی پوتین، ولادیمیر پوتین، این بوده که کیف رو طی 3 روز طی یک حمله برق‌آسا تسخیر کنه، مثل اون اتفاقی که بر سر کریمه اومد، و اینجا بتونه دولت دست نشانه خودش رو بر سر کار بیاره. اما در این راه موفق نبود و همینجور شاهدیم با مقاومت فزاینده اوکراین و با حمایت‌های همه جانبه و همبستگی غرب از اوکراین، ما شاهد اینیم که اوکراین تونسته مقاومت کنه و سقف جاه طلبی‌های روسیه رو پایین بیاره. و حالا خیلی ها باور دارن روسیه برای پشتیبانی نیروهاش در شرق، در دانباس و در جنوب دچار مشکل شده، اما خیلی ها میگن این جنگ در واقع حیات سیاسی ولادیمیر پوتین رو رقم میزنه. درسته که دچار شکست‌های تاکتیکال شدن، دچار شکست‌های استراتژیک شدن، اما همچنان ادامه خواهند داد، همچنان به جنگ ادامه خواهند داد و این جنگ یک جنگ فرسایشی خواهد بود و متصور نیستیم که پایان اون چه شکلیه، چگونه و آیا پیروز یا در واقع شکست خوردی خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم از شما بردیا افشین، خبرنگار ایران اینترنشنال، حاضر در کیف، اوکراین. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.